هی گایز، سلام بچه ها، چطورید؟ ابوالفضل هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه ها تو این ویدیو قراره با هم دیگه بریم ایونت جدید رو بررسی کنیم و ببینیم که میتونیم با این ایونت چه چیزای خفنی بگیریم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحالم شدم ویدیو رو لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی. خب بچه ها، همونطور که میدونید یا هم نمیدونید، RP جدید اومده و همون ویدیویی که من گذاشته بودم همون اومده دقیقاً. پس بهتره که کانال من سابسکرایب کنی. RP سیزن بعدم که اومد برات میذارم تا زودتر از همه بفهمی که جوایز ماه بعدی چیه. به نظر من که چیزاش بدک نیسته، اما میتونست بهتر باشه و من زیاد خوشم نیومد. حالا ایونت بعدی که قراره بهتون نشون بدم چیه؟ وقتی که وارد ایونت ها در قسمت واو ایونت بشید، همون موقع که الان رد شد، الان واردش میشین تا توضیح دقیق ترشو بهتون بدم. خب بچه ها، این همون ایونتیه که با ما این لباس ها رو رایگان میده. شما برای اینکه یکی از این لباس ها به توی کاملا رایگان بگیری، یعنی کلن یه فصل الای تو رایگان بگیرید، فقط کافیه که با 360 یوسی یا 960 یوسی یه سیزن رو الایت کنید. وقتی که الایت کنید با 360 یوسی، به شما یه دونه کارت قره کشی میده، همونطور که دارید اینجا میبینید. و اگه با 960 یوسی الایت کنید، به شما 10 تا کارت قره کشی میده. به نظر من که 10 تا کارت قره کشی خیلی بهتر است، یکی میتونه شانس شما رو افزایش بده. و اینم بگم که کامل رایگانه، شما الایتتون رو میکنید و برای این کارت قره کشی هیچ پولی نمیدید. به نظر من که 900 تا بزنید میتونه حداقل یه دنس سیزن 2 هم بگیرید و راحت همه رو بمالید و همین راحتی. حالا بریم بهتون نشون بدم که میتونید وقتی توی این قره کشی برنده شدید چه چیزایی ببرید. خب بچه ها، الان من وارد ایونت شدم، سمت چپ روی اون عکس RP ریوارد بزنم، کل اینا رو به هم نشون میده. شما میتونید به طور رندوم یک سیزن از سیزن 1 تا همین سیزنی که الان هستیم رو انتخاب کنید. به نظر من که سری S رو انتخاب کنید خیلی بهتره تا سری M رو انتخاب کنید، چون که M 50 تا RP است و S 100 تا RP است. برای مثال سیزن 14 کلی اسکین خفن داره، مثلا اسکین ماشینش، اسکین RP 100ش، اسکین M4ش و حتی اون کلاه RP 100ش که به نظر من خیلی قشنگه به همراه این لباسش. واقعا من از سیزن 14 خیلی خوشم آمده. اگه اینو ببرم، این میتونه یکی از انتخابایی باشه که من براش خرج کنم. اما به نظر من بهترین انتخاب نمیتونه سیزن 13 یا 14 باشه، چون که ما سیزنهای بهتری هم داریم. اما سیزن 13 یکم از سیزن 14 به نظر من بهتره توی RPI لژندری، چون که این لباس شما ببین واقعا نمیارزه بخوادش الایت کنید، واقعا خیلی خفنه. یا مثلا لباسای دیگه‌اش، مثل این لباس سرباز آبیه، اگه سرباز بود به نظر من خیلی بهتر بود، میشه یه لباس دراپ رایگان داشته باشیم. و ای در کل میرسیم به سیزن 12، سیزنی که خیلی RP سرش قشنگه. واقعا من دوستش دارم سیزن 12 و چون خیلی اسکینای خفنی داره. سیزن 9 هم بدک نبود، دنسش قشنگه، اسکیناش خوبه، میتونه یکی از اون انتخاباتون باشه. سیزن بعدی هم که سیزن 8 همتون میدونید خیلی خفن بود، سیزن 7 هم بدک نبود. از سیزن 6 به پایین همه سیزن ها خفنه و میتونه انتخابتون برای گرفتن رایگانش باشه. برای مثال اسکین M700 مرغی سیزن 6 که به نظر من خیلی خفن بود، یا سیزن های دیگه. ولی شما کلن وقتی که بین این همه پلیر PUBG موبایل جزو 3 نفر باشید و برنده یکی از این سیزن ها که به طور کاستوم خودتون میتونید انتخاب کنید باشید، به نظر من از خرشانسی هم رد کردید، چون که بین 700-800 میلیون پلیر شما جز 3 نفر بودید و یکی از این سیزن ها رو بردید. به نظر من که اصلا کل این سیزن ها ول کنید و برید سراغ سیزن 2 و سیزن 4، چون که سیزن 4 یه اسکین ماشین فوق العاده خفن داره به همراه لباس خرسی که خیلی خفنه و ابهت بالایی داره و هر کی ببینه حتما درشو میزنه. یا مثلا سیزن 3 که اسکین ماشین خیلی خفنی داشت، لباسه RP 4 زیاد قشنگ نبود، اما سیزن 2 دیگه ترکون. با اینکه RP 100ش قشنگ نبود،
اما اون اسکینی که دارید میبینید خداترین اسکین داخل پابجی موبایله. بعد از فرعون به نظر من بهترین اسکینه. اون ماسکو روی هر لباسی بزنید تبدیل میشه به فرعون بساتون، چون که اینقدر خفنه این ماسک. هر کی داشته باشید دیگه از صدمتیش باید فرار کنید. اسکینای گانو ایناشم بمونه که چقدر قدیمیه. ولی در کل اگه شما بخواید یکی از این RP ها رو بگیرید، همونطور که گفتم شما باید اول این سیزن رو الایت کنید، حالا چه الایت ساده چه الایت پلاس. اگه الایت پلاس کنید 10 کارت قرعه کشی میگیرید و اگه الایت ساده کنید 1 میگیرید. به همین راحتی تا اینجا فکر کنم همه فهمیدن. 10 با الایت پلاس، 1 با الایت ساده. خب از این مرحله که رد بشیم میرسیم به مرحله بعد. مرحله بعد اینه که بین تمام پلیرهای پابجی موبایل که توی این قرعه کشی ثبت نام کردن به صورت رندوم برگزیده بشید. حالا شما یه شانس خودتون رو میتونید بیشتر کنید. چجوری؟ حالا شما میتونید اول برید یه الایت پلاس بخرید و 10 کارت قرعه کشی بگیرید. پس شما 10 شانستون بیشتر از کسیه که الایت ساده میکنه و 1 کارت قرعه کشی میگیره. ولی بازم همون 1 شاید به 10 برزه، چون که به شانس بستگی داره. یهو دیدی یکی 100 کارت قرعه کشی از سیزن قبلم جمع کرده بود و این سیزن زده ولی بهش هیچی نداده، اما یکی الایت ساده کرده با 1 کارت قرعه کشی تونسته الایتو ببره. پس کاملا به شانس خودتون بستگی داره که کدوم یکی از اینا رو بگیرید یا اصلا بین اون 3 باشید یا نه. و اینم بگم که بین سیزنای زوج همیشه این قرعه کشی برقراره، یعنی سیزن 2 ما این قرعه کشی رو داشتیم، سیزن 4 داشتیم و الان 6 هم داریم و منتظریم تا 8. اگه توی این قرعه کشی برنده نشدید حتما توی 8 شرکت کنید، چون که واقعا میارزه. و این بود از ویدیو امروز. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد همینم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، پیس اوت گایز.